اجازه بدهید در اینجا برنامه 10 ماده این مقاومت را که با پشتوانه خون شهیدان و رنج اسیران و تلاش رزمندگان آزادی بنا شده یادآوری کنم. 1. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش می باشد و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. دو، ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم. ما در ایران آزاد شده فردا از لغو حکم اعدام دفاع می کنیم و نسبت به آن متعهدیم. 4. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. 5. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم و هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد و آنان از حق ازدواج، طلاق، تحصیل، اشتغال و انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود. 'ای مدرن مبتنی بر احترام به اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکم علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت. ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌باشیم. ایران فردا کشور برابری همه ملیت‌هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند در زمره سرمایه های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش یابد. هشت، ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند و از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود.
خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاری های بین المللی و منطقی و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود. و ده، ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.